منابع معتبر نامه وزارت دفاع گروه طالبان به قول اردوی 207 عمری این گروه در شمال شرق کشور را به خبرگزاری پایگاه فرستادند که در آن ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان واضح دستور داده که از هر گونه خیزش مردمی جلوگیری شود و قیام کنندگان به زور سلاح سرکوب شوند. در این خبرنامه که برای خبرگزاری پایگاه رسیده است، هشدار داده شده که احتمال می رود دامنه های قیام مردمی گسترش یابد و باید با مردم از راه خشونت و زور رفتار شود. منابع از شهرستان ارگوی بدخشان می گویند که صدها نیروی تا بدندان مسلح به سرکوب مردم به این شهرستان آمدند. این هم سنده که خبرگزاری پایگاه منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات که به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای مرزی پاکستان امروز بار دیگر با طالبان در مرز پاکستان درگیر شدند. منابع امنیتی و مردم محل تایید کردند که دو طرف در مرز پکتیا به تبادل آتش پرداختند. تا کنون درباره دلایل و تلفات احتمالی این درگیری اطلاعی در دست نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده، صدای تیراندازی های پیهم شنیده می شود. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید می کنند که نیروهای آنها در روز گذشته نیز با سربازان پاکستانی درگیر شده بودند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یکی از پوسته های امنیتی طالبان به نام عمر در سپینا شگا آغاز شد. این منبع می افزاید که در این درگیری به نیروهای آنها تلفات وارد نشده است. حکومت پاکستان به گونه رسمی درباره این درگیری چیزی نگفته است، اما برخی از صفحات اجتماعی ایکس تحت کنترل اداره استخبارات پاکستان این درگیری را تایید کردند. یک منبع محلی در پکتیا به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفته است این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه آنها به نام عمر شلیک کردند. به گفته منبع این درگیری تا ساعت 8 دیشب ادامه داشت و امروز دوباره سر گرفته شده است.